عزیز و ارجمند تلویزیونی سیموی شهری پنجاکند، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. نتیجه های جمع‌بستی رشد اجتماعی و اقتصادی شهر و دهاتی پنجاکند در سه ماه اول سال 2024 تحلیل و بررسی گردیده برای سه ماه دوم نقشه و وظیفه ها معین شدند. در مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهری پنجاکند، مجلس فعالان اوید به نتیجه های رشد اقتصادی و اجتماعی شهری پنجاکند در سه ماه اول سال روان تحت ریاست رئیس شهری پنجاکند خلق‌زاده عبدالخالق با اشتراک نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت ظریف میردادو برگزار کردید. در جلسه معاون رئیس شهر پروینه نقیبی درباره جنبش نتایج رشد اقتصادی و اجتماعی شهر در سه ماه اول سال جاری معرضه کرد. گفته شد که با مقصد برطرف نمودن عامل های بیرونه به اقتصادیات و نگاه داشتن سطح متوازن بودجه در اساس دستور و سپارش های پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بابت استفاده مقصدناک ذخیره های بودجه و راه ندادن به خراجات های غیر مقصدناک و دویم درجه در موافقه با وزارت و اداره های دخلدار رفت اجرای نقشه قسم درآمد و خراجات بودجه دولتی قبول شده، همه‌روزه زیر نظارت مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر قرار دارد. با مقصد تطبیق رشد اقتصادی رقمی، قرار رئیس شهر پنجاکند از 16 آوگوست سال 2022 تحت رقم 234 درباره تطبیق برنامه میانه مهلت رشد اقتصادی رقمی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 در شهر پنجاکند به تصویب رسیده. نقشه چاره‌بینی ها آماده گردیده است که زیر نظارت دائمی مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجاکند قرار دارد. در سمت پست کردن حصه اقتصاد پنهانی و اندیشیدن تدبیرها توسط راه‌اندازی نمودن تکنولوژی های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی در روند به حسابگیری و بهر تامین ثبات ماکرو اقتصادی جهت عملی سازی سیاست ماکرو اقتصادی با نظرداشت عملی گردیدن قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 نوامبر سال 2018 تحت رقم 557 چاره های سودمند اندیشیده شدند. قسم درآمد بودجه در سه ماه یکم سال 2024 از روی همه نمودهایش به جای 242 میلیون و 12 هزار سومانی نقشه پیش بینی شده 237 میلیون و 764 هزار و 277 سومانی مبلغ وارد گردید که 98.2% نقشه را تشکیل می دهد. قسم درآمد بودجه محلی در سه ماه یکم سال 2024 به جای 68 میلیون و 581 هزار سومانی نقشه پیشنهاد گردیده 69 میلیون و 511 هزار و 248 سومانی مبلغ به بودجه وارد گردید که 101.4% نقشه را تشکیل می دهد. نوابسته به اجرای نقشه های انداز تا به حال در شهر و دهاتمون ظرفیت های استفاده نشده وجود دارد و در صورت فعالیت پرثمر کارمندان ساحه باز هم زیاد نمودن درآمد بودجه امکان پذیر است. نباید فراموش کرد که رشد اجتماعی و اقتصادی، وسعت کارهای آبادانی، بهداشت زندگی مردم از امکانات مالیوی بودجه دولتی وابستگی کلان دارد. تعداد عمومی نفقه‌گیران به حالت 1 اپریل سال 2024 28767 نفر نفقه‌گیران، از اینها 6809 نفر نفقه‌گیران دولتی به قید گرفته شده، به همین دوره سال گذشته 26963 نفر به قید گرفته شدند که 1804 نفر زیاد می باشند و تا به امروز از حساب پرداخت نفقه قرضداری وجود ندارد. مزد میانه معاش کارمندان در سه ماه یکم سال 2024 2376 سومانی را تشکیل داد که نسبت به سه ماه یکم سال 2023 77 سومانی کم یا به 96.8% برابر است.
سبب کم شدن مزد میانه معاش کارمندان در 3 ماه یکم سال 2024، ندادن کمک پولی به کارمندان جمعیت دارای مسئولیت محدود کارخانه مشترک زرافشان در 3 ماه یکم سال 2024 می باشد. با مقصد مساعدت به رشد صاحبکاری و جلب بیشتر سرمایه گذاران، در اساس قرار رئیس شهر پنجکند، شورا اید به رشد صاحبکاری و بهتر نمودن فضای سرمایه گذاری تشکیل کرده شده، فعالیت آن طبق طلبات سندهای معیاری حقوقی براه مانده شده است. در شهر و دهات پنجکند شماره صاحبکاران انفرادی در 3 ماه اول سال 2024 9533 نفر فعالیت می نمایند که نسبت به همین دوره سال گذشته 450 عدد زیاد می باشد. کارخانه های صنعتی شهر پنجکند در 3 ماه یکم سال 2024 حجم استحصال محصولات صنعتی را یک جای با خدمت رسانی پولکی به مبلغ 1,374,478,001 سومانی تامین نمودند که نسبت سال گذشته 210,361,08 سومانی زیاد یا 116,9% می باشد. مقامات اجرایی محلی حکمیت دولتی شهر پنجکند جهت هنرمندی زنان و دختران و با جای کار تامین نمودن آنها چاره های ضروری اندیشیده، در همکاری با صاحبکاران و هنرمندان جمهوری ازبکستان در شهر تاشکند هنر کلالگری، اصابون ساختن گل و سبتی گل و ساختن میز و کرسی دست باف را آموخته، امروز در شهر پنجکند فعالیت پرثمر دارند و با این وسیله زیاده از 50 نفر زنان و دختران صاحب جای کاری دائمی گردیدند. یکی از سمت‌های مهم فعالیت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در پرتو سیاست سازنده و بنیادکارانه پیشرو معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان با وسعت کارهای آبادانی باز هم زیبا و خوشتر ساختن شهر باستانی پنجکند روانه شده است. با مقصد تامین اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 29 سپتامبر سال 2017 تحت رقم 459 از جانب جمعیت سهامی کشاده شهرآفر نقشه گنرالی شهر پنجکند تهیه کرده شده است و عین حال لایحه مفصل به نقشه گیری مرکز شهر تهیه گردیده، کارهای لایحه کشی در عرفه انجام یابی است. با مقصد کم نمودن تلفات نیروی برق و کاهش دادن خراجات اسرافکارانه برق از طرف مسئولین شبکه های برق شهر پنجکند، کارهای فهماندهی و سنجش های مشتریان ادامه یافته. حساب برابر کنی نیروی برق استفاده شده مشتریان طبق برنامه بیلینگی راه اندازی شده است. در دوره حساباتی حسابکنک های زمانوی انتلیکتوالی در استگاه های ترانسفرماتوری با مقصد کم نمودن تلفات نصب کرده، حسابگیرک های برقی ایندوکسیونی با الکترونی ایواز کرده شده است. حجم مجموع محصولات کشاورزی در 3 ماه یکم سال 2024 59,816,016 سومانی را تشکیل می دهد که نسبت سال گذشته 2,969,014 سومانی زیاد یا 105,2% می باشد. در دوره حساباتی از طرف کشاورزان شهر در عرفه تجلیل جشنها در مرکز شهر یرمرک فروش محصولات کشاورزی تشکیل کرده می شود. باید تذکر داد که در دوره حساباتی 2353 تنه یا با مبلغ 479,663 دلار آمریکایی محصولات کشاورزی از شهر پنجکند صادرات کرده شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 1452 تنه یا با مبلغ 195,836 دلار آمریکایی زیاد می باشد. نقش زنان و بانوان در رشد جامعه خیلی کلان است. از شماره عمومی 161,200 نفر زنان، 80 نفری آنها در وظیفه های رهبری کننده فعالیت می نمایند. از حساب بانوان 2 نفر وکیل مجلس وکیلان خلق ولایت سوخت، 8 نفر وکیل مجلس وکیلان خلق شهر، 40 نفر وکیلان جماعت ها انتخاب گردیده، شماره خدمتچیان دولتی از حساب زنان 72 نفر و صاحب کار زنان
3000 نفر را تشکیل می‌دهند. بخشیده به تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، تا به امروز 440 انشاءات به استفاده داده شد که 2079 عدد جایهای کاری تأسیس گردیده است. اینچنین در 80 انشاءات ساختمان ادامه دارد، در آنها 2387 جایهای کاری تأسیس داده شده است. مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجاکنت با مقصد اجرای دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان که از پیامشان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برمی‌آیند، اینچنین در جریان سفرهای کاری به شهر و ناحیه‌های جمهوری از جمله به شهر پنجاکنت و ولایت سوغ داده شده، تدبیرهای سودمند اندیشیده برای با دستاوردهای نظررس استقبال گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی و سازندگی را وسعت می بخشد. در ادامه فعالیت ساحه‌های گوناگون از جمله وضع ایدئولوژی شهر و دهات، علم و معارف تحلیل گردیده با مسئولین دخلدار سپارش داده شد تا در بین اهالی جوانان کارهای ترغیباتی و تشویقاتی پرزور کرده شده در مؤسسه‌های تعلیمی فعالیت به طور ضروری به راه مانده شود. وابسته به تجلیل نمودن 65 سالگی هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان شادروان علیم بابایف و 70 سالگی شاعر زنده‌یاد مفضل عجمراد آمادگی ها را در سطح ضروری براه مانند. همچنین رئیس شهر پنجاکنت خلقزاده عبدالخالق حسابات مسئولین را دایر به رفت اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم ملی در جمهوری تاجیکستان پرسیده، از رهبران دخلدار دعوت به عمل آورد تا نسبت این مسئله جدی باشند و هر نفری که به قانون شکنی راه می‌دهد تا آخر نسبتش چاره اندیشیده می‌شود. به رهبریت شعبه کار با زنان و اویله و ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی سپارش داده شد تا دختران را که بعد ختم مکتب میانه به دانشگاه و کالج حجت نسپاریدند به کسب و آموزی فرا گرفته با جای کار تامین نمایند. مسئولین ساحه تندرستی وظیفه دار کرده شدند تا جهت پیشگیری بیماری های سرایتی، پیشگیری عامل های کرپسیونی در تبلدخانه شهری چاره های ضروری اندیشند. در ادامه جلسه همچنین حسابات رهبران جمعیت مطلوبات شهر، اداره شبکه های برق، اداره راه، بخش صناعت، فعالیت تلویزیون و رادیو، کارخانه فرعی دولتی آب‌تأمین کنی و کانالیزاسیا، کارخانه فرعی دولتی خواجگی منزلی و کمونالی شنیده شده، جهت برطرف نمودن کمبودی های جای داشته مسئولین سپارش ها گرفتند. پس از شنیدن حسابات سردار ریاست کشاورزی به رهبران خواجگی های دهقانی و جماعت های دهات سپارش داده شد تا نسبت صرف کرونا استفاده نمودن هر و جب زمین، اجرای کشتی بهاری، بنیاد گرمخانه های زمانوی چاره ها اندیشیده شود. در ادامه جلسه معاون رئیس ولایت سوخت ظریف میردادا دایر به نتیجه های رشد اقتصادی و اجتماعی شهر پنجاکنت در 3 ماهه اول سال 2024 سخن کرد. مجلس فعالان آید به نتیجه های رشد اقتصادی و اجتماعی شهر پنجاکنت در 3 ماهه اول سال 2024 را رئیس شهر پنجاکنت خالقزاده عبدالخالق جنبست نموده، از مسئولان تمام ساحه ها دعوت به عمل آورد وظیفه و سپارش ها را با درک بلند مسئولیت در مهلت معین گردیده اجرا نمایند. گزارش صبرین اکرم و شاهوسن صالحوف و شهباز قربانوف. ملاقات نوبتی رئیس شهری پنجاکنت عبدالخالق خالقزاده با دانشجویانی که در مؤسسه های تحصیلاتی عالی و میانه مخصوص شهری خوجند تحصیل میکنند صورت گرفت. متوجه باشید با گزارش دیگری برنامه. اساس‌گذار صلح و وحدت ملی پیشرو می‌آید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان در همه سخنرانی‌های خود تاکید می‌سازد که ما برای جوانان تاجیکستان تمام شرایط را فراهم آوردیم و آنها را می‌باید با شکرگزاری از دولت آباد و آزاد، حقوق بنیاد و دموکراتیک، هوشیاری زیرکی خود را از دست نداده پای آموزش علم و هنر گردند و در آبادی تاجیکستان عزیز سهم خود را گذارند، زیرا آینده دولت و ملت در دست جوانان است. در همین زمینه امروز در شهر خوجند ولایت سوخت
ملاقات رئیس شهر پنجکنت با دانشجویان مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی و میانه مخصوصی ولایت سغد برگزار میگردد. با گزارش ما از برگزاری این ملاقات توجه نمایید. در افتتاح ملاقات مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس ولایت سغد تاجیبای سلطانی مقصد و محتوای این ملاقات را که به حکم انعنه در آمده است و همه ساله برگزار می‌گردد شرح داد. ضمن سخنرانی خش رئیس شهر پنجکنت خلق‌زاده عبدالخالق اظهار داشت که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، هنگام ارائه یکی از پیام‌های خود به مجلس عالی مملکت ابراز کردند. ما باید در ذهن و شعور نسل نورس و جوانان مملکت حسی بلند ملی، احساس خودشناسی و وطن دوستی، اخلاق حمیده، احترام پدر و مادر و کلانسالان، آموزش علم و دانش را تربیه نماییم تا آنها در آینده همچون فرزندان شایسته ما کار و پیکار نسل امروزه را ادامه بخشیده وطن عزیزمان را به جهانیان معرفی کرده توانند. رئیس ولایت سغد معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رجب‌بای احمدزاده نیز با کار و روزگار جوانان ولایت سغد از جمله شهر باستانی پنجکنت توجه مخصوص ظاهر نموده آنها را چون آینده دولت و ملت میشناسند و برای حل و فصل مشکلات جوانان در عرصه کار و زندگی چاره اندیشی میکنند. بنابراین شما باید پیشاهنگ و تشبسکار عملی گردیدن سیاست دولت اوید به رشد اقتصادیات، فرهنگ، دستاوردهای علم و تکنیکا و در این زمینه بلند برداشتن سطح زندگی مردم کشور باشید. با عبرت شخصی مهنت شایسته نسل بنیادکار و سزاوار زمان بودن خود را ثابت نمایید. مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکنت نیز جهت تطبیق سیاست دولتی جوانان مجموع تدبیرها را عملی می نماید. دانشجویان عزیز، حاضرین ارجمند، سالهای آخر دیدار و ملاقات با دانشجویان مؤسسه تحصیلات عالی به حکم انعنه در آمده است که هدف از برگزاری آن توجه به روند تحصیل دانشجویان در نهادهای علمی، دعوت از جوانان جهت آموختن علمهای معاصر و به دست آوردن مهارت کسبی، حل و فصل مشکلات زندگی آنها می باشد. در فعالیت دولت و حکومت مملکت راه اندازی سیاست جوان پرورانه و فراهم آوردن شرایط های مساعد برای این طبقه جامعه موقع خاص دارد. سال تحصیل 2022-2023 مکتب های شهر و دهات پنجکنت را 3264 نفر ختم کردند که از این تعداد 1443 نفرشان به مکتب های عالی و میانه مخصوص کشور قبول شدند. اینچنین سال جاری 15 نفر ختم کننده مکتب های شهر و دهات پنجکنت به مؤسسه های عالی کشور از طریق کوات پرزیدنتی قبول شدند. در شهر پنجکنت دانشکده آموزگاری تاجیکستان که همسال استقلال دولتی وطنمان است فعالیت میکند که امروز در آن بیش از 2000 نفر دانشجو تعلیم و تربیت میگیرند. جوانان شهر و دهات پنجکنت منبد نیز در چارابینی های جمعیتی و سیاسی، فرهنگی و ورزشی فعالانه شرکت ورزیده جشن فرخنده 30 سالگی قبول کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای نظر از پیشواز میگیرند. امروز هر یک فرد خودآگاه و خودشناس به خصوص جوانان با شکرگزاری از نعمتهای زمان استقلال در رشد و نمو این دولت و سرزمین سهمگزار هستند. شما جوانان باید جواباً به غمخوری های دولت و حکومت با درک بلند وطن پرستی و مسئولیت شناسی با بهای خوب و اعلی و اخلاق شایسته تحصیل نموده صاحب اختصاص گردید و در شکوفایی این سرزمین نقشی روشن گذارید.
باعث افتخار و سرفرازی است که پس از صاحب استقلال گردیدن دولتمان توجه رهبریت دولت و حکومت جمهوری به ویژه پرزیدنت کشور به ساحه‌های معارف و علم آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص جوابگوی به استانداردهای جهانی روز به روز زیاد می‌گردد و برای تحصیل خوانندگان و دانشجویان شرایط‌های مساعد فراهم آورده می‌شوند. با دستگیری و پشتیبانی های رئیس ولایت سوغد نیز سالهای آخر در پنجکند چندین مؤسسه های تعلیمی، طبابتی و ورزشی بنیاد شده، امروز هم این اقدام با مرام ادامه دارد. باعث افتخار است که در مناطق مختلف کشور همه ساله شماره دانشگاه و دانشکده ها افزون گردیده، همکاری های متقابلان سودمند در بخش آموزش و پرورش و تبادل تجربه ها با مکتب‌های عالی دولت‌های خارجی دور و نزدیک، به خصوص فدراسیه روسیه، جمهوری ازبکستان و دولت‌های اروپا خوبتر به راه مانده می‌شوند. با مقصد در سطح ضروری آماده نمودن متخصصان ورزیده، فراهم آوردن شرایط مساعد برای تحصیل منبعده ختم کنندگان مکتب‌های تحصیلات عمومی در داخل کشور، فیلیال مکتب‌های عالی کشورهای خارجی در شهرهای گوناگون جمهوری افتتاح می‌شوند که این پدیده نیک علمی و فرهنگی تکانی بزرگ است برای دسترسی جوانان به دانش و تجربه پیشقدمی جهانی است. امروز یکان کس یکان دانشو تنخیصی ندارد. کمان باشه همه چیه یخ میشن. در زندگی کمان باشه میره در بزرگ میابید. لیکن انا همین پدر و مادرهای شما انا همین شرایط شما داشته نداشتن. این خیلی شرایط خوب نبود. زحمت های پدر و مادرها باید همه وقت قدر کرنده. اصول لایق یک شعر برای دانش طلبم نه کسی نادار ندارد تنها پای مقصود با امید روانم از اون چی میسر شده از دولت دنیا در دست مرا هست فقط یک چمدانم. در پایان سخن خود به شما دانشجویان خوش قبال وطن از نام مقامات اجرایی محلی حکم دولتی شهر پنجکند تنصیحت نیرومندی، توانایی، احساس بلندی، زیبایی پرستی و در راه آموزش علم و فناوری زمان معاصر سهم گذاشتن در آبادی کشور و رشد و شکوفایی تاجیکستان صاحب استقلال کامیابی و ضمن ملاقات چندی از اشتراکچیان ملاحظه و پیشنهادهایشان را اید به مساله های گوناگون بیان داشتند و برای تشکیل این ملاقات سودمند اظهاری سپاس نمودند. تماشابنان عزیز، ملاقات امروزه رئیس شهر پنجکند که با دانشجویان مؤسسه های تحصیلات عالی و میانه کسبی ولایت سوغد در قصر جوانان به نام لایق شهرعلی شهر خوجند برگزار گردید، بار دیگر جوانان ما را وادار می نماید که حس وطن دوستی شان زیاد گردد و کوشش نمایند مؤسسه های تحصیلات عالی را با بهای خوب و اعلا ختم نموده در آبادی کشوری عزیزمان سهم ارزنده خویش را بزنند. گزارش صبرینه اکرم و شاه حسین صالح و زرخون نعمت الله. ادامه برنامه. رئیس شهری پنجکند عبدالخالق خالق‌زاده از جماعت دهاتی خلیفه حسن بازدید نموده با فعالیت ساحه کشاورزی، ساختمان و آبادانی شناس شد. کشاورزی یکی از ساحه‌های اساسی اقتصادی ملی برای شهری پنجکند به شمار می‌رود. با این مقصد رئیس شهر عبدالخالق خالق‌زاده در زمینه دستور سپارش های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، وظیفه گذاری های رئیس ولایت سوغد رجب‌بای احمدزاده، مسئله رشد ساحه کشاورزی، سر وقت انجام دادن کشت و کاری بهاری و پیش از همه زیاد نمودن میدان کشت کارتوشکا را تحت نظارت همه‌روزه قرار داده
با فعالیت خواجگی های دهقانی در جماعت های دهات شناس می شود. شناسایی نوبتی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در خواجگی های دهقانی جماعت دهات خلیفه حسن صورت گرفت. رئیس شهر در جریان این شناسایی در خواجگی های کشاورزی نوروز به نام میرزا قیاموف و قوالا که بیش از 10 هکتار زمین را با کشت کارتوشکا آماده کردند شناس کردید و اصرار داشت که ما باید امروز بازار استعمالی محلی را با کارتوشکا و دیگر انواع محصولات کشاورزی فراوان تامین نماییم و با این وسیله برای نسبتاً ارزان کردن نرخ محصولات کشاورزی سهم خیش را گذاریم. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در جریان شناسی با خواجگی های کشاورزی نام برده با راهبران خواجگی های کشاورزی، متخصصان و سهمداران آنها صحبت خیلی صمیمی انجام داد. او با آنها تاکید نمود که واقعا امروز برای بازار استعمالی کشوری عزیز ما از جمله شهر و دیهات پنجکین زیاد نمودن میدان کشت کارتوشکا خیلی ضرور می باشد. با رئیس شهر اطلاع داده شد که عین زمان در جماعت دیهات خلیفه حسن در میدان 160 گکتر کارتوشکا شنانده شده است و خواجگی های دیخانی این جماعت تصمیم گرفتند که میدان این کارتوشکا را باز هم زیاد می گردانند. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با راهبریت جماعت دیهاتی خلیفه حسن و دیگر مسئولین دستور داد که باید از هر یک وجب زمین ثمرناک استفاده برده شود و هر یک سهمدار احساس نماید که امروز رشد ساحه کشاورزی در تامین امنیت آذوقه‌واری خیلی مهم است. در مجلسگاهی دهاتی سرازم شهر پنجکنت جلسه با فعالان برگزار کردید. ادامه این موضوع در گزارش همکاران ما. در تالاری مجلسگاهی دهاتی سرازم ملاقات گروهی ترغیباتی با فعالان جماعت دایر گردید. جلسه با سخنرانی نادرخان اکملزاده، سردار شعبه منطقوی اگنتی نظارتی دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی جمهوری تاجیکستان در وادی زرفشان آغاز گردیده، در آن معاونان رئیس شهر دوستبایزاده خسرو و خوشوقتزاده ارکین اشتراک داشتند. نادرخان اکملزاده زمینی بر اومده خود تاکید نمود که در جمهوری تاجیکستان بهره تامین ثبات و آسایشتگی، تحکیم قانونیت و ترتیبات حقوقی، حفظ حقوق و آزادی های انسان و شهروندان از جانب مقامات های دخل دار تمامی چاره ها اندیشیده شده استودند. از جمله نقشه چاره‌بینی ها اوید با عملی سازی استراتژی مقاومت با اکستریمیزم و تروریسم در پلاته حسابی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 تصدیق گفته های بالاست، ولی نووابسته به این عامل های مانند تروریسم به نظر می رسند که به خلل دار نمودن امنیت ملی کشور سبب می شوند. ظهورات تروریستی در جمهوری تاجیکستان از دوره اول استقلالیت و صاحب اختیاری تا امروز به مشاهده می رسند. طبق معلومات کارشناسان امروز در جهان بیش از 500 حزب و حرکت های دینی و افرادگرا سازمان های تروریستی آشکارا و پنهانی عمل می کنند. تمامی مردم، جامعه جهانی از تهدید خطرناک تروریسم با امنیت، آرامی و ثبات جامعه، مناسبات های بین الخلقی، به خطری دولت و حیات شهروندان آن، رشد استواری کشورها به تشویش آمدند. یکی از سبب های شامل شدن جوانان به حرکت های افراطی را از تربیه نادرستی آنها و استفاده نادرستی شبکه های اجتماعی نامیده، از والدین خواهش نمود تا فرزندان خود را نظاره بکنند. در ادامه واخوری معاون رئیس شهر خوشوقتزاده ارکین سخن نموده، از مسئولین خواهش نمود تا زمین های نزدی حولگی و زمین های کارمی خود را ثمرناک استفاده برده، از آب و هوا و هر ساعتی روزی بهار استفاده نموده، زمین های خود را کشت نمایند. گزارش مرتبه رحمون و شوسین صالحف و خیام جورایف. گروه کاری تبلیغاتی تحت رهبری پرکرور شهری پنجکنت با فعالان و ساکنان جماعت دهاتی اموندره ملاقات نمود.
با مقصد اجرای دستور و سفارش ها و محتوای سخنرانی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن ملاقات با فعالان نمایندگان جامعه و خادمان دین که سنه 9 مارس سال روان برگزار گردید و همزمان شرح و ایضاح قانون های جمهوری تاجیکستان و دیگر مسئله هایی که به پیشرفت جامعه مربوط است گروه تبلیغاتی پراکراتوری شهر پنجکین تحت رهبری پراکروری شهر پنجکین مشاوری عدلی درجه یک اسکندر رحمتزاده و معاون رئیس شهر پنجکین ایرکین خوشبخت‌زاده با ساکنان جماعت دیخوتی اماندره ملاقات دایر نمودند. در آغاز ملاقات پراکرور شهر پنجکین مشاور عدلی درجه یک اسکندر رحمتزاده با حاضرین طلبات قانونهای جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند و دستور سپارش هایی که پیشوای معظم ملت وابسته به زیاده روی در مراسم توی معرکه ها مخصوصا پس از بازگشت از حد تشکیل حاجی طالبان و دیگر مسئله ها بیان داشتند اظهار عقیده نمود و اظهار داشت که نسبت آن نفرانی که قانون های مذکور را رعایت نمی کنند از طرف مقامات دهدار چاره های ضروری اندیشیده می شود. در این ملاقات بخش دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجکین در این ملاقات با مسئله تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند جاری نمودن انتظام دوامات رعایت لباس مکتبی و دیگر مسئله هایی که به برنامه های تعلیمی مربوط است مخصوص بررسی گردیده مدیر شعبه معارف شهری پنجکین گزارشی مفصل داد. وابسته به مسئله های محاکمه شده معاون رئیس شهری پنجکین ایرکین خوشبخت‌زاده و پراکرور شهری پنجکین مشاور عدلی درجه یک اسکندر رحمت‌زاده اندیشه و ملاحظات خویش را بیان کردند. برای اصلاح کمبودی ها تطبیق قانون ها و وسط کارهای آبادانی و سازندگی ترغیبات و تشویقات در سال معرفت حقوقی مسئولین و دیگر نفرانی را که به این مسئله ها علاقمند هستند وظیفه دار کردند و همزمان با یک قطار سوال و درخواست های اشتراکچیان این ملاقات جواب های مشخص دادند. برنامه را ادامه می دهیم. در شهر بوسنی سمرقند جمهوری ازبکستان ملاقات نوبتی اهلی زیوی شهر بوسنی پنجکین با روشن فکرانی این شهر بوسنی برگزار گردید. در بنای بخش سمرقندی اکادمی توران ملاقات نوبتی نمایندگان شهر پنجکین با اهلی زیوی شهر سمرقند برگزار شد. مورد ذکر است که بخش این مؤسسه علمی در سابق حوالی بیرون از شهری بوستانسرای استاد صدرالدین عینی در موضع تاریخی نمازگاه شهر سمرقند جایگیر است. محفل ادبی و فرهنگی را روزنامه‌نگار سابقه‌دار ادبی شناخته سرمحرر مجله بیوک توران نورمراد کریمزاده آغاز بخشیده پیرامون دوستی و همکاری های دو کشور از جمله شهرهای سمرقند و پنجکین راه اندازی نشر خبر و مقاله ها گسترش روابط علمی ادبی اندیشه و پیشنهادات ارزشمند خویش را ابراز نمود. پیرامون احیای دوستی و همکاری های تاجیکستان و ازبکستان نقش نمایان اهل علم و هنر خاصه روزنامه‌نگاران و ادیبانی که از سیاست فرهنگی سران دو کشور محترم امام علی رحمان و محترم شوکت میرزیویف سرچشمه میگیرد. نمایندگان اهل ضیا سازمان های ایجادی و جمعیتی شهرهای پنجکین و سمرقند کارمند شایسته جمهوری تاجیکستان ادبیات‌شناس خواجه محمد محمدزاد روزنامه‌نگار سرمحرر تلویزیون سیما عباس همراه‌زاده رئیس شورای سربازان
اینترنسیونالیست شهری پنجکن علی بای باروتوف، راهبر علمی مجله بیوک توران فرهاد محمدجانوف، ادیب شناخته آدش استاد، سرمحرر روزنامه ولایتی آواز سمرقند بهادر رحمانوف، خبرنگار روزنامه جمهوریوی آواز تاجیک در ولایت سمرقند ظهیر حسنزاده، محقق شرشناس توربیک اسکندری، رئیس شورای سابقه داران سربازان بین الملل ولایت سمرقند ارکین مولانوف، عالمان ایجادکاران نامور سابقه داران ساحه علم و معارف شهر سمرقند نصرالله عبیدی، صدری سعدیف، عبدالرحیم نعیمی، همراقل نارقلوف، فرقد ازاقوف و دیگران اندیشه و پیشنهادات جالب خیش را بیان کردند. قابل تأکید است که برای تشکیل و برگزاری این ملاقات رئیس شورای سابقه داران سربازان اینترنسیونالیست شهر پنجکن علی بای باروتوف، رئیس شورای سابقه داران جنگاوران بین الملل ولایت سمرقند ارکین مولانوف و روشنفکران دو شهر بستانی سهمی کلان گذاشتند. سرود و ترانه های تاجیکی آوازخوان خوش ادا حضرت قول همراقلوف طبع همه را شاد و مسرور گردانید. به اشتراکچان همایش معرفتی از طرف نمایندگان شهر پنجکن چند شماره نشریه سیما مجله و کتاب ها تقدیم گردید. همزمان به نمایندگان شهر پنجکن اهل زیای شهر سمرقند کتاب ها روزنامه های تاجیکی آواز تاجیک، آواز سمرقند، گلابات تانگی، دیگر مطالب چاپی تحفه نموده تحکیم همکاری های علمی، فرهنگی و اطلاعاتی را بین دو شهر باستانی وادی زرفشان خیلی مهم ارزیابی کردند. اهل زیای شهرهای پنجکن و سمرقند در چاربینی معرفت هفته کتابخانی که از 22 تا 26 اپریل در کتابخانه ولایتی به نام پوشکین برگزار گردید شرکت ورزیدند. گزارش عباس همراساده و شهباز قربانوف از شهر بستانی سمرقند. در محله عزیز آباد حسابات جنبستی شورای سابقه داران و جنگ و مهنت این محله برگزار گردید. ادامه این موضوع در گزارش همکاران ما. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34 مجلس حساباتی انتخاباتی تشکیلات ابتدایی سابقه داران جنگ و مهنت محله ایزاباد برگزار شد. رئیس تشکیلات ابتدایی محله ایزاباد حبیبه شریپوه مجلس را آغاز بخشید، حاضرین را با روزنامه شناس کرد. درباره فعالیت تشکیلات ابتدایی شورای محله اعضای شورا معاون میرزایف شادی جورقو معرضه کردند. مجلس از روی مساله های محاکمه شده و قرارهای دخلدار قبول کرد. پس از مجلس رئیس شورای سابقه دارانی جنگ و مهنت رزف ابلقو و حیاتی همراهانش به عیادت بیماران رفته به آنها مواد خوراکه تقدیم نمودند. خاجموف عثمان و عزیز قو و کامله از توجه رئیس سابقه داران جنگ و مهنت ابلقو رزایف عرض سپاس نمودند. ساکنی 62 ساله شهری پنجکنت آبی جان محمودوف باری هفتم است که در نیمارافون بین المللی بخشیده به روز پایتخت در شهر دوشنبه اشتراک نمود و در این مسابقه در بین 10,000 دانشجویان و 20 دولت خارجه در بین جوانان 21 ساله به مسافه نزدیک 22 کیلومتر جای نهم را گرفت که آبروی شهری پنجکنت و پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند برداشت. بار هفتم است که در این مارافون بین‌المللی در شهر دوشنبه اشتراک نمودم. در مابین 20 دولت خارجی 10,000 دانشجویان اشتراک نموده جای دهم را اشغال نمودم. منداری خودم به سابقکاران شهر پنجکن نرسیدم که آنها مرا دستگیر نمودند. به نزدیکی در هفت کل مسابقه بین‌المللی 33 دولت اشتراک نمودند. با تیاری داشتم که در آنجا آبر پنجکت و پرچم تاجیکستان را بلند بردارم. در کودکستان رقم 8 سمینار مشورتی دائم عمل کننده برگزار کردید. متوجه باشید با گزارش خبرنگاران ما.
طبق نقشه چوربینی شعبه معارف در مؤسسه تحصیلات تا مکتبه رقم 8 به نام نوروز سمیناری دائم عمل کننده با اشتراک مشاوری شعبه معارف لولا نسیم و مدیران مربیان کودکستان های شهر و دهات پنجکند برگزار شد. کودکستان برای هر یک تربیت گیرنده خانه دویم به حساب می رود. در کودکستان نوروز 17 نفر مربیان، 10 نفر یاردمچی مربیان و 330 نفر کودکان تعلیم و تربیت می دهند. مشاوری شعبه معارف لولا نسیم و مدیران مربیان از هنری مربیان که در درآمدگاه کودکستان با مرض تماشا گذاشته شده بودند دیدن نمودند. بازی یکی از نوهای اساسی فعالیت جسمی و ذهنی که در انکشاف همه‌جانبه فردی کودکان مهم است. مربی گروه کلان امامزاده محپوره مشغولیت را آغاز نمود. تربیت گرندگان در رفت مشغولیت چست و چالاکی خود را نشان دادند. خاک چون هستی بزرگ طبیعت احیاگر تمام موجودات عالم است. این ثروت بزرگ امکانیت می دهد که همه هستی ها از آن پربار گردیده، تمام رستنی ها در آن رویند و سبزند و وای رسیده گل میوه به بار آورند. تربیت اکولوژی چون این نام داشت، موضوع مربیه نور و نزاکت که با تربیت گرندگان گروه خوشسالون دو گذرانید. ماتماتیک همیشه چون پدر علم ها شای فن ها توصیف شده است. واقعا به این فن یگان کسب را مکمل از خود نمودن غیر امکان است. مربیه محمد خول و منیره با تربیت گرندگان موضوع پی در پی شمالیدن رقم ها را گذشت و مثال و مساله ترتیب داد. تربیت گرندگان با گروه ها جدا شده بودند که هر یک معلومات دادند. زبان واسطه معاملات و معاشرت آدمان است. مربی زبان انگلیسی احمدزاده فرنگیز با تربیت گرندگان گروه آمادگی به مکتب مشغولیت را از روی برنامه دولتی تکمیل تعلیم و آموزش زبان روسی و انگلیسی در جمهوری تاجیکستان برای تا دوره سال 2003 با تربیت گرندگان گذرانید. مربی مرحبا برات و با تربیت گرندگان گروه کلان موضوع شناسایی با آواز و حرف ر را آغاز کرد و طرزی درست تلفظ نمودن حرف ر را نشان داد. سرمربی کودکستان رقم 8 به نام نوروز اتابوی و سعادت درباره تربیت استتیکی معرضه کرد. در خاتمه سمینار دائم عمل کننده تربیت گیرندگان برنامه آماده نموده خود را پیشکش مهمانان نمودند. مشاوری شعبه معارف لولا نسیمه و مشاوری کودکستان رقم 2 ماهره بابابک و فکر و عقیده هایشان را پیرامون سمینار مشورت بیان نموده با مدیره و مربیان کودکستان رقم 8 برای چنین یک سمینار پرمحتوا عرض سپاس نمودند. مدیر کودکستان رقم 8 به نام نوروز صدبرگ همراقول و مربیان کوشش به خرج می‌دهند که هر یک تربیت گیرنده را در روحی و تندرستی و خویشتن شناسی تعلیم و تربیت دهند. یادآور می‌شویم که برنامه الهیده از مؤسسه تحصیلات تا مکتبه رقم 8 به نام نوروز روزهای نزدیک نمایش داده می‌شود. گزارش دلشاد حلیمه و شهباز قربانوف. تماشابینان عزیز، در همجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم.